Um, بریم سراغ یک شخص دیگه فکر کنم این آه, دو تا شخص دیگه مونده که یکیش آقای گانتر لولینگ هست که ایشون هم آلمانی هستن برای بله, آلمانی میگه مین‌وایل آذر مودرن رین اسکلرز هاف اندرتیکن ا کلوز کریتیكال اگزمینیشن اف د قرانیک تکس اتسلف دی جرمن تیولوژیان ایدئولوژی نه یه مقدار اعتبارش برای من مهمه پایین گانتر لولنگ مینتینز دت دی اوریجینال قران واز نات ان اسلامیک تکست ات پری اسلامیک کریستین داکیومنت اینو من خیلی شنیدم ولی این رو خیلی جد جدی نگیرید خب چون دو تا محقق در دو تا محققی که من میخوام اشاره بکنم این دوتا تا چیز هستن هم آقای گانتر لولینگ هستن و هم آقای کریستوفر لوکسمبرگ هستن برخلاف محققین قبلی که خوندم این دوتا شخص با اینکه کارشون کار آکادمیک بوده اعتبارشون تو دنیای آکادمیک مثل نسبت به اون شخصهای های بق... پایینی قبلی کمتره خب ب... من نمیگم که به این نتیجه میرسیم که تحقیقشون اشتباهه ولی جالب حرفی که دارن میزنن و یه مقدار جدی گرفته شده ولی تا وقتی که آدم های جدی تر از دنیا آکادمیک نه یعنی اینا رو یه مقدار رو تایید بکنن خیلی این ادعا رو فعلا نمیتونیم جدی بگیریم البته یه چیزی بگم این آقا که به شدت کارشون آکادمیک هست و اعتبارم دارن ممکنه من وقتی که این کتاب رو شروع بکنیم یه مقدار این ادعایی رو که الان دارم میخونم یک چیزی شبیه این ادعا رو بتونیم بیشتر جدی بگیریم ولی اون برای فعلاً،, فعلا به این نمیرسیم نمی ما فعلا با این کتاب کلی خلی... کار داریم خب اگه البته اگه مشتری باشه خب حالا این ادعایی که من دارم میگم میشه بررسی بکنیم ولی به اون شدت جدی نگیرین چیه خب این ادعا اینه که قرآن اصلا یک متن اسلامی نیست نبوده خب بلکه یک متن قبل از اسلامی ما قبل اسلامی مسیحی بوده یک داکیومنت قرآن یک داکیومنت مسیحی بوده خب میگه close examination of textual oddities and anomalies قرآن البته بگم این بحث رو این ادعا داره جدی تر گرفته میشه این خیلی تخصصی میشه تو, تو اون کتابم بهش اشاره میشه خب ولی حالا Uh, میگه که با, دق... با بررسی دقیقتر تر متنهای... این متنها... متنهای... این نسخه ها یک سری چیزهای غیر انامالیز رو چجوری ترجمه کنیم غیر نرمال یه چیزهای عجیب غریب یه سری چیزهای عجیب غریبی تو قرآن پیدا میشه که نشون میده که یک پایه مسیحی داره خب لولینگ بلیوز that the Quran reflects the theology of a non-Trinitarian Christian sect. Non-Trinitarian Christian sect. In این, این قسمتش الان داره بیشتر جدی گرفته میشه ببینید میگه لولنگ میگه با, با بر این باوره که قرآن انعکاس میده یک تیولوژی یک تیولوژی از یک فرقه مذهبی نان ترینیتریان نان ترینیتریان یعنی ترینیتریان um, میشه چی چی میگن به فارسی چی میشه سالس مسلسی تسلیسی تسلیسی خب یعنی یک فرقه مسیحی غیر تسلیسی تسلیسی میشه چی تسلیسی میشه یعنی باور به اینکه خدا ستاست خدای پدر خدای پسر و خدای روح المقدس خب ببینید حالا من اینو اینجا ننوشته ولی یه چیزی که تو برنامه قبلی هم بهش اشاره کردیم خب مثلا وقتی که داشتیم مسیحیت رو بررسی میکنیم که این هم خیلی جاربه ما مثلا میتونیم وارد دنیای مسیحی بشیم که ببینیم چه این فرقه ای که از مسیحیت جدا شد و وارد عربستان امروزی شد عرب شپ جزیره عربستان شد اسلام رو به وجود آورد خب برای اینکه توی دنیا یک مسیحیت خب یک در، یک چندین سال قبل از شروع اسلام یک جنگ داخلی بین باورها بود و ما در زمانی بودیم که فرقه های مختلف مسیحی به شدت در حال مبارزه و رقابت با هم بودن و اینقدر فرقه های متنوعی داشتیم که این فرقه ها رو اگه ما یه روزی برسه بح بررسی بکنیم اگر دوست داشته باشین اصلا شاختون در میاد که فرقه های مسیحی که وجود داشت چقدر خیلیاشون فرق دارن با مسیحیتی که ما امروز به عنوان مسیحی میشناسیم و این هم خیلی جالبه چون یهودیت اسلام به شکل مسیحیت و یهودیت مطالعه نشده به خاطر تهدیدایی که وجود داره خب ولی شما وقتی مسیحیت و یهودیت رو مطالعه میکنید میبینید که تاریخ چند سال, سال, اولشون فرقه های مختلفی که دارن با هم رقابت میکنن چقدر متنوع بودن و چقدر فرق دارن با چیزی که بعدا شد ارتوداکس مسیحیت یا مسیحیت رسمی یا ارتوداکس یهودیت یا یهودیت رسمی خب و مثلا ما مسی... فرقه های مسیحی داشتیم که باور به این داشت که خدای اصلی خدای بدی بود و مسیح داشت اومده بود که انسان رو از این خدای بد نجات بده یعنی ما یه همچین فرقه های مسیحی داشتیم خب خیلی فرقه های مختلفی داشتیم اینا خیلیشون هست شدن با تو برای تو این رقابت خیلی متفاوت با... آره مسیح و خدا میدونستن یا مسیح و مثلا خدا رو نه، مسیح و پیامبر میدونستن یا پسر خدا میدونستن خیلی عقاید متفاوتی اون زمان بود که باعث شد بعضی اصلا جدا بشن و برن به سمت دیگه زندگی کن بله بله ام... حالا اوایلش جنگ سر این چیزا بود بعدا یه سریاش هست شد یه سری چیزاش رسمی شد ولی در اواخر رسمی شدن امپراتوری روم که داشت ام... م... کاملا مسیحی میشد احتیاج به یک برندی از مسیحیت داشت که رسمی بشه و بقیه مسیحی ها بقیه باورهای مسیحی مرتد حس... و کافر حساب بشن خب ام... که مهر تایید بزنن روی یک برند مسیحی و بقیه مسیحی ها برن پیکارشون یا یعنی اینکه از از قانونی پیگیری بشن و بکنن مرتد خب برای اینکه امپراتوری ج... روم که داشت از یک برند دین های رومی داشت به یک برند جدید مسیحی تبدیل میشد شد نمیتونست این دعوا های عقیدتی رو تو روم داشته باشه باید یه برند مشخص داشته باشه خب شما تو دنیای عرب هم که وارد میشین میبینی که دقیقا هم در دنیای حکومت های یهودی هم همین جنگ ها رو داشتیم که کدومش رسمی بشه و بقیهش مرتد بشه هم بین مسیحی ها داشتیم هم زمان اومویان داشتیم هم جنگ عباسیان با اوم... که اومدن از بین بردن و اسلام رسمی رو اومدن سر جاش گذاشتن و اون اسلام اومویان رو برداشتن همه اونا رو داشتیم و یه چیز جالب من که دارم میگم ببینید مسیحیت و یهودیت به شدت بیشتر مطالعه شدن و توسط کسایی که مسیحی یا یهودی نیستن یا یه به شکل آکادمیکی رو مطالعه کردن یعنی اینکه اگرم یهودی مسیحی هستن حداقل کارشون آکادمیک بوده ولی اسلام نه و بر اساس چیزی که ما یاد گرفتیم از تاریخ مسیحیت و یهودیت باید نتیجه گیری ما این هست که به شدت احتمالش زیاد هست که اسلام هم همچین تاریخی داشته خب یعنی ما آگاهیمون از تاریخ صد سال اول اسلام خیلی کمتر از مسیحی و یهودی و این چیز هست ولی تازه داره این به شکل آکادمیک این باورهای مسلمونا به چالش کشیده میشه چیزی که برای یهودی و مسیحی خیلی باش تجربه داره یعنی یهودی و مسیحی ها این چالش های با تاریخ مسیحیت که کاملا داغون شده تاریخ یهودیان کاملا داغون شده یعنی الان همه ها میدانند که روایتی که مسیحیان دارن از تاریخ مسیحیت و یهودیان دارن از تاریخ یهودیت کاملا مزخرفه خب و ما رست چیزی که به عنوان تاریخ رسمیت میشناسیم فرق داره حالا برای, مح... برای تاریخ مسلمان ها تازه این یک مدتی که داره شروع میشه و به احتمال زیاد هم همونجور که تاریخ م... مسیحا و یهودیا به گاه رفت تاریخ مسلمانان به گاه خواهد رفت و به احتمال خیلی زیاد اون چند صد سال اول اسلام مثل صد سال اول مسیحیا ما یک اسلام ر... یک اسلام نداشتیم اسلام های مختلفی داشتیم یعنی که اصلا پروت... نه اسلام هم نه پروتو اسلام هایی داشتیم که یعنی اسلام های اولیه‌ای داشتیم که به شدت داشتن با هم مبارزه میکردن و اونهایی که موفق شدن بقیه اسلام ها رو حذف کردن و سعی از تاریخ حذفش بکنن خب ولی مس... کاری که مسلمون ها کردن یک مقدار از کاری که مسیحا کردن زیرکانه بود زیرکانه تر بود خب برای اینکه نشون دادن اشتباه بودن تاریخ مسیحیان کار راحتتری بود از مسلمون ها برای اینکه مسلمون ها تار... ادعاهای خودشون رو برای صد سال تار... برای او... تاریخ اولیه اسلام خودشون رو پرت کردن از جایی که بودن وسط بیابون کلی جای دیگه ای که تمدنی نبود برای همین راستی آزمایی اون خیلی کار سختری بود خب و این تونست یک حبابی برای تاریخ مسلمان ها به وجود بیاره یعنی یه جای انداختنش که دور از تمدن بود خب و این کار خیلی سختتر کرد حالا ام... چی داشتیم میگفتیم آقای لولینگ که داره میگه که این متنا یک م... آه. چرا چرا حال... چ... به چی اشاره کنم توی روم وقتی که یک سری یک مسیحیت و یک برندی از مسیحیت به رسمیت شناخته شد که این تس... گفتین چی؟ تسلیسی خب مسیحیت تسلیسی ببینید آه اوایل مسیحیت خیلی تنوزی ها بود ولی اواخرش یعنی وقتی داشتیم نزدیکتر می به اینکه یک برند خاصی از مسیحیت داشته باشیم مهمترین خیلی از اختلاف نظرها حل شده بود یعنی اینکه مثلا کدوم انجیل ها وارد کتاب عهد جدید بشن کدوم ها نشن این دعواها تموم شده بود خیلیش تموم شده بود یعنی مثلا می گفتن انجیل تامس بی خوده به در نمیخوره انجیل مریم به در نمیخوره انجیل جودا به درد نمیخوره چارت انجیل رو انتخاب کردن یه سری نامه ها رو به رسمیت شناختن این شد کتاب مسیحیان ولی یکی از مهمترین چیزهایی رو که هنوز هنوز با هم دعوا داشتن و تو سر هم دیگه میزدن ذات مسیح بود خب ذات مسیح بود که آیا مسیح خدا بود دمیگاد بود یا انسان بود یعنی گاد بود دمیگاد بود سر خدا بود یا انسان بود این مهمترین اختلاف نظری بود که حتی در این اواخرش هم هنوز مسیحیان با هم مختلف نظر داشتن و مهمترین دو گروهی که داشتن تو سر هم دیگه می زدن یه سری مسیحی هایی می گفتن که می گفتن مسیح ذاتا خداست خود خود خداست خب و یک سری مسیحیانی که می گفتن نه مسیح پیغمبر بود انسان بود پیغمبر خدا بود خب و مسیحیانی که میگفتند مسیح خود خود خداست این شما هم کتاب یهودی ها رو داشتین که میگفت یاوه خداست هم مسیحیان که میگفتن مسیح خداست این خیلی به این خیلی گیش کننده بود بالاخره با انقدر زدن تو سر همدیگه که اومدن یه تئوری دادن که خدا ستاست خب ولی اون مسیحیانی که میگفتن مسیح خدا نیست و اونها رو مرتد شمردن اونها رو کافر دونستن یعنی غیر مسیحی دونستن و از لحاظ قانونی غیر قانونیشون کردن عقایدشون ها. و این باعث شد که مسیحیانی که این عقیده را داشتن که مسیح خدا نیست و پیغمبر خداست از شهرهای مرکزی و از, از, شهر، از, شهرها و مراکز تمدن دور بشن و به طرف برای اینکه بتونن عقاید خودشون رو نگه دارن با حاشیه های امپراتوری های امپراتوری روم رفتن. من جمله شبه جزیره عربستان، اوکی؟ حالا نوعی از مسیحیانی رو که اومدن عربستان، خب اسمشون چیه و کی بودن؟ خب با نه هم شروع میشه، با نون شروع میشه. بر همین خوب حالا اونم بهش میرسیم نوعی از مسیحی یعنی که بودن و باعث شدن اسلام یک دینی بشه که روی خدا پسر نداشتن به شدت تایید بکنه اینو بعدا بهش میرسیم خب ولی چیزی که آقای لولینگ داره میگه میگه به نظر میرسه که قرآن یک متن مسیحی بوده که این متنها رو ما متنای قرآن رو ما, ما بعدا با دعاهای مسیحیان مقایسه میکنیم مخصوصا تو این کتاب خب خیلی جالب میشه البته فکر کنم حالا خب حالا میگه لولینگ بیلیوز دت رفلکس اوکی گفتم که میگه این قرآن... برای همین میگه قران انکاس میده یک تیولوژی رو از یک فرقه مسیحیت که نان ترینیتیریانه یعنی یک فرقه از مسیحیت که به تسلیس اعتقاد نداره به خدای به سه خدا خدا, خدا یکی در سه خدا اعتقاد نداره به اون یک نوعی از مسیحیت میگه برای اینکه اون فرقه های مسیحی متنایی که داشتن یک شباهت های خیلی عجیب غریبی داره به متن قرآن آره و, با هم که از مسیحیت. البته ببینید بعضی از مسلمان ها میتونم ممکنه اینجا بگن خب معلومه به خاطر اینکه مسیحیت خب ببین این خیلی جالب خب من اگر یه مسلمان بودم به شما چی میگفتم من اگر مسلمان بودم میگفتم که ببین خب معلومه مسیحیت واقعی همون مسیحیتیه که اسلامه خب و این امپراتوری روم اومده اسلام رو یعنی مسیح، پیغام مسیح رو عوض کرده تحریف کرده تخریب کرده سا... یه چیزای دیگه ساخته و این خدای تسلیسی رو اختراع کرده و این مسیحیتی که به رسمیت نشناخته شده همون مسیحیتیه که الله قبولش داره و این شباهت هایی که شما دارید میبینید بین قرآن و عقاید اون مسیحی ها به خاطر این این ها رو داره خب به خاطر اینکه اون دین واقعی مسیح دین حق بوده و خب معلومه که قرآن هم با اون دین حق مسیحی ها که اسلام قبل از محمد بوده شباهت داره به خاطر اینکه دینی بوده که به دین الله نزدیکتره ولی موضوع که متنهایی که تو قرآن وجود داره خب نظ... اینجوری نیست که از لحاظ عقیدتی یعنی اینا نمیان بگن که آقا از لحاظ عقیدتی به نظر میرسه که این قرآن شبیه یک سری از روا... روایت, مسیحیانیه که به هاشیه رفتن بلکه به نظر میرسه که کپیه خب یعنی یک سری از متنهاش مال قبل از زمانیه که میگن اصلا محمد به دنیا آمده